خب میخوام این کپشن اینایی که ایشون گفته شو اضافه کنم. NTH of type 1 برگردم ببینم که پوزیشن در اولا بیاد بشه ابسولوت، ببینم گوش میده یا نه. اول بعد بشه اینو کار رو کرد، الان گوش داد. خب بهترین راهی که میتونید انجام بده همین کاری که من انجام دادم، به ایشون بده پوزیشن ریلیتیو، به این بده پوزیشن ابسولوت، دیگه ویتسش خوبه. بک‌گراند کالرش رو من بذارم RGBA 0.002، یه ایمپورتنت هم میکنید، بعد یه بوردر داش ریدیوس 10 پیکسل هم میدید و یه مقدار باکس سایزینگ، ببخش باکس سایزینگ چیه، باکس شادوه 5 پیکسل و 5 پیکسل و 5 پیکسل. حالا مثلا وایت رو هم، وایت اسموک هم بهش میدید، یه همچین چیزی. و دیتا هایی که داخلش هستش هم کالرش رو میکنید وایت، خب به این شکل. و یه بقیهش هم باید لطف کنید برید براش CSS بنویسید. میام اینجا H1 مارجین باتم 20 پیکسل، برای یکی هم بذاریم مثلا P، فونت فامیلی تام باشه مثلا کومیک، اینم فونت فامیلیش باشه کومیک. خب به این شکل. خب اینم الان اومد یه کپشن دیگه، دست خودته دیگه. بعد میای چیکار میکنی کپشن رو که اضافه کردی، بیا اینجا برای همش رو اضافه کن، کنترل C کنترل V کنترل V، و برام به همشون اضافه میشه. آقا اضافه شد، اضافه شد. خب به این صورت دیگه، حالا من نهایت دیگه بعد خود خوشگلش کنم، اون دیگه دست خود. بریم اینجا الان عکس اسلایدرم عکس میخواد، یه تایتل میخواد، یه کپشن میخواد، یه دونه دیتا میخواد. خب دیتایی که اینجا وجود داره، دیتایی که اینجا داریم میبینیم، یه اصطلاحاً عکس میخواد، یه تایتل و یه دسکریپشن، سه تا دیتا رو میخواد. آلت هم میخواد 4 تا. میایید میرید اینجا روی این گزینه نیو تیبل، اسمش رو میذارید اسلایدر، میام اینجا آیدی نات نال اوتو اینکریمنت پرایمری کی، گزینه بعدی میشه ایمیج، ورکر 100 تا نات نال باشه، گزینه بعدی آلت ایمیج. اینجا چون ما آلت بزنه میخواد آلت ایمیج بزنه، چون ما عکس داریم، عکس اسلایدره، آلت رو میتونید بذارید، آلترنیتیو رو بذارید براش. چیو گذاشتیم؟ ایمیج و آلت رو. تایتل هم بذار ورکر مثلا 200 تا نهایت، و یه دونم دسکریپشن بذار نهایت ورکر 500 تا. تمام دسکریپشن اینا اومد اکزیکیوتش میکنیم که بسازدش، و اینجا من دیگه با این کاری ندارم، با اینم کاری ندارم، با اینم کاری ندارم. باید برم کلاسشو بسازم، اسلایدرم، برم برایش سریع توی قسمت پنل و توی قسمت کانفیگ بیام اینجا سریع براش یه کلاس اسلایدر بسازیم. معمولا همه وبسایت های خوب اسلایدر دارم، به خاطر همینم اسلایدر براتون گذاشتم. من که می‌خواستم با سویپر آشنا بشید، هدف آشنایی با سویپر بود فقط که بتونید خیلی وبسایتاتون رو فرانتش رو خوشگل کنید. و من میام اینجا و مقدار پرایوت، مقدار دالر کان، پابلیک فانکشن کانستراکت و مقدار دالر کانکت گزینه نیو دی بی و دالر دیست مقدار کان، مقدار دالر کانکت مقدار گت دی بی و تمام. خب پابلیک فانکشن گزینه اینزرت، و خب چیا داره؟ ایمیج داره، آلت داره، گزینه تایتل داره و گزینه دسکریپشن. خب دالر اسکیول خودتون میدونید دیگه، بعد یه مدت که شروع کنید نوشتن دیگه میدونید چه خبره، حواستون هستش. اینزرت این تو اسلایدر و گزینه ایمیج و آلت و تایتل و description values، گزینه های بعدی
و دالر دیس باش دالر اسکیول بایند پارام یک دالر ایمیج بعد دو گزینه آلت گزینه سه گزینه تایتل و گزینه چهار گزینه دسکریپشن و در نهایت گزینه SQL گزینه اکزیکیوت. تمام. خب بعد داریم چیکار کنیم؟ هیچی، میاد اینجا سریع براتون تو این قسمت ادمین اولین کاری که میکنید کرییت میکنید کرییت سلایدر، میام اینجا میبرمش جلو. خب فعلا با من چی دارم شبیه به سلایدر؟ پارلکس. پارلکس رو کپی میکنید کرییت سلاید کنترل ای کنترل وی، همه چی درست اینکلود وانس پارلکس، نه اشتباه کردم کرییتش کرییت پارلکس کنترل ای کنترل سی کرییت سلاید شبیه بهش اومد بشه. ایمیج کرییت و آل تو دسکریپشن و تایتل دقیقا شبیه به پارلکسه، مثلا این خیلی خوبه و زمان اون میره جلو. تایتل داریم، دسکریپشن داریم، ایمیج داریم و آلت. خب خیلی هم خوب، سریع میاد میره توی گزینه منو براش اسلایدر رو هم میسازی و اینجا گزینه اسلایدر رو هم من هم انگلیسیش رو قرار میدم که تایم گرفته نشه و اینجا هم میشه کرییت گزینه سلایدر. خب میام اینجا یه دقیقه چکش میکنم تو این گزینه و سلایدر رو میذارم که به صفحه سلایدر هدایت بشه. بچه ها تصویر من رو دارن دیگه؟ بس سرچ کنید خانم نصیری، خانم نصیری بس سرچ کنید. من مثلا یه دوره دارم میذارم به نام CSS تریک، هر چی که این ور اون ور CSS های جدید رو دارم میبینم دارم فیلماشون رو میخوام بگیرم بذارم. خب ولی همه چی سرچه، کانواس مثلا یه دونه چیز داره، یه دونه از این سایت های خیلی خوب هستش که این سویپر برای کانواسه، پارشال پارتیکال هم چیزیه، دقیق یادم نمیاد، حالا یادم بنداز که لینکشو برات بفرستم. اصلا فوق العاده است، این تمام کانواس رو برات ساپورت میکنه، هر چی بخوای میتونید از کانواس بیاید توش ازش استفاده کنید. کسی نمینویسه پلاگین ها رو دیگه. ببینید شما فقط میای اون فرمت اولیه وبسایتت رو پیاده میکنی، اون بهت اصطلاحا یو آی رو میدن، یو آی رو شروع میکنی. مثلا الان نگاه کن، من نمیدونم یه فیلم دارم تولید میکنم، دارم نمیدونم میبینید یا نه، این رو من دارم صرف تا صدش رو خودم در واقع از روی یه دونه پی اس دی هستش دارم مینویسمش. خب این الان اینجا خودش، ولی من از بوت استرپ اینا استفاده نکردم، همه رو دارم با اچ تی ام ال سی اس اس و سی اس اس 3 و فلکس مینویسم. ولی خب این الان سویپر، ولی خب فیلمش هم درست کردم که خودم اسلایدر میسازم، بهم گفته بودن سویپر هم استفاده کن، اومدم فیلم گذاشت. خیلی موقع اصلا این چیزایی که میگید اصلا تو پروژه نیست، نمیاد، کسی هم دنبالش نمیره، ولی راحت با سرچ کردن به دست میاری. خب بریم ادامه کارمون. حالا هر وقت در مورد چیزای جدید خواستی مثلا اطلاع پیدا بکنی کافیه سرچ کنی در موردش. خب تایتل دارم، دسکریپشن دارم، ایمیج دارم و آلت ایمیج دارم. میام تو این گزینه اینجا، بعد گزینه در واقع اینزرتمون رو باش اسلایدرمون و گزینه در واقع insert.php رو هم فعال کنیم. میام اینجا و اولین کاری که میکنم include once میکنم، میزنم میام بیرون، میرم تو صفحه config و روی گزینه db نه config.php رو اگه یادتون باشه check session و آدرس دو نقطه لوگین بیاد .php دیگه، یه دونم که اینکلود دارم دو نقطه و دو نقطه و گزینه کانفیگ و گزینه چی بود؟ سلایدر. من میام اینجا برمیگردم میگم سلایدر نیو سلایدر، تموم شد.
خب بعد اینجا چی بگیرم؟ دونه دونه تایتل، گزینه دالر پست، گزینه تایتل و دسکریپشن، دالر پست گزینه دسکریپشن و گزینه بعدی چی بودش؟ ایمیج رو، خب ایمیج دیگه خودتون میده. آها ببین، من توی اسلایدر نیاز دارم به ایمیج، include once گزینه ایمیج هم داشتیم. خب بیا اینجا چیکار میکنیم؟ اکستند میکنیم از ایمیج آب خوردن. من میام اینجا برمیگردم میگم که اسلایدر من به چی احتیاج دارم؟ داره اسلایدر من به آپلود ایمیج احتیاج دارم. ایمیج رو میذارم اینجا، اسم این رو میذارم ایمیج نیم. ببخشید اینجا اول کاری که باید بکنم، شما فایلز رو بگیرید، مثلا حواسم نیست. ایمیج رو میذاریم، بعد اسم این رو میذارم ایمیج نیم، برمیگردیم میگیم که اسلایدر گزینه‌ای داره به نام ایمیج. اینا دیگه باید یادتون باشه، اگه یادتون نیست برید فیلم‌ها رو ببینید. ما یه دونه کلاس به نام ایمیج ساختیم توی کانفیگ و یادتون باشه در واقع آپلود رو انجام میده توی این مقدار ایمیجز، میاد ایمیج نیم رو قرار میده توی دایرکتوریمون. توی کجا؟ در واقع توی اسلایدر. اگه یادتون باشه ما باید بیایم الان یه دونه فولدر ایمیج هم درست بکنیم دیگه، ایمیجز رو. نمیدونم اینا یادتونه یا نه، انشالله که یادتونه. به ازای هر صفحه که میمادیم عکس داشتیم، بعد میمادیم توش یه دونه فولدر میساختیم که این در واقع هدایت میکرد. این در واقع وقتی ما داریم ازش استفاده میکنیم، داریم میگیم که برو برادرت یا پرنت دیسبلینگ زد ایمیجز، برو قرار بده اینا دیگه بلدین خودتو دیگه. و آها اینجا ولیدیت نمیکردیم دیگه، یادتون باشه من خودم یه ولیدیشن انجام میدادم. یادتون باشه میومدم میگفتم که ایف اگر ایمیج توی پارلکس گذاشتیم، بذار یه دوارم ببینمش. اومدم اینجا کجا گذاشتمش؟ اینا امتی بودش، اگه سایزش اینقدر بود یا اکستنشناش این بودش بیاد اینا رو قربی. خب اینجا هست دیگه، برید ببینید دیگه، من فقط عکس میذارم میفرستم. خب اینم که ایمیج نیم برمیگردونه و عکس هم که میبره قرار میده توی این پارالکس. اینا قرار توضیح داده فیلماشو میدونیم، من بخاطر فقط میخوام سریع پیادش بکنم که پارالکس رو زیاد تایم نداریم پیادش بکنیم. فقط میام اینجا گزینه اسلایدر و گزینه اینزرت، خب ایمیج نیم رو بهش میدم. آلت رو، آها آلت رو نگرفتم. آلت اسمش ایمیج چیه تو کرییت اسلایدر؟ اسمش همون آلت و اینجا همون میگم دالر پست گزینه آلت و اینجا هم دالرش رو من یادم رفت. اینجا هم میذاریم همین alt و گزینه بعدی هم میشه title و گزینه بعدی هم میشه description. یه header هم میزنید بیاد location، دو نقطه بزنید بیاد به سمت create slider.php. فقط اینجا یه session هم set کنید، dollar session. من هی مدل لاراول مینویسم، ببخشید. اینجا یه create رو قرار بدی، برگردی بگید که عملیات با موفقیت انجام شد و در نتیجه یه دونم سمیکالون بذارید. همه چیز ظاهرا درسته، اگر غلط باشه میام اینجا. خب من اینا رو دیگه ایفا رو که دیگه نمیذاریم اصلا، ولی گذاشتم اینا دیگه خودتون بلدین دیگه، آب خوردن پروژه هاتون پیاده میکنه. همه رو پاک کردم، کریت بذارید بمونه، بقیه رو میذاریم پاک میکنیم. سشن اینا رو قبلا فیلماشو دیدید، میدونید چجوری میشه ساخت. این پایین هم سشن ها نال میخواید بکنید، فقط اصطلاحا کریت رو نال بکنید، بقیه که اصلا نیستن که بخواد نال بشه. خب صفحش هم باید به کجا هدایت بشه؟ این گزینه به صفحه سلایدر اینزرت و همه چیز درسته، ظاهرا همه چیز درسته. دارم کپی هم میکنم، یه رفرش میکنم، تایتلش مثلا باشه همچی چیزی، اینم باشه همچی چیزی. عکس‌ها رو بریم اولیشون ایشون، آلتش هم میذارم
امام علی رجیستر رو میزنم، عملیات با موفقیت رو میایم میریم اینجا توی گزینه اسلایدر ببینیم درسته کاملا اینجا همه چیز درست قرار گرفته، میایم اینجا توی ایمیجز هم همه چیز درسته. خب کاملا، چون قبلا ببینید کد رو یه دفعه نوشته باشید فقط کافیه که ازش استفاده کنید، که من همین راحتی می ازش استفاده میکنم، یه قرار نیستش دعوا رو من میام الگوریتم رو بنویسم، یه دفعه نوشتم ازش استفاده میکنم. خب الان آب خوردم میام میرم اینجا دوباره یه دونه دیگه قرار میدم، مثلا ایشون میشه این قسمت، یه کنترل سی کنترل وی، یه عکس دیگه مثلا ایشون، بازم حالا مثلا دیس ایز تست رجیستر، اینم اینجا یه کنترل ای کنترل سی، میام اینجا و گزینه در واقع ایشون رو قرار میدم و آلتش هم میذارم ایشون، رجیستر رو میام اینجا یه میزنم، سه تا دیتا دارم، فقط میخوام برم روی پروژه‌ام پیادهش بکنم، بعدا هفته بعد میایم چیزشو مینویسیم، مدیریتشو مینویسیم. میام اینجا میخوام فقط پیادهش بکنم، چند تا گوشه خب خوبه، بیام یه دقیقه اینجا پیادهش بکنیم. چیکار باید بکنید؟ هیچی، فقط تو این قسمت اسلایدر شما یه پابلیک فانکشن سلکت رو هم بذارید که بتونیم پیادهش بکنیم. میام اینجا دالر سکیول دالر دیس گزینه کان گزینه پریپیر برمیگردم میگم که سلکت استار فرام اسلایدر رو و دالر سکیول ریترن کن دیگه، ببخشید دالر اسکیول رو گزینه اکزیکیوت رو میذارید و در نتیجه هم گزینه ریترن دالر اسکیول گزینه فچ آل رو میزنید، تموم شد و رفت و همه چیز ظاهرا درسته. خب اینجا رو من دیگه باش کاری ندارم، فعلا کریت هم همینجا ولش میکنیم، اینم اینجا ولش میکنیم، هفته بعد کاملش میکنیم. میام میرم توی پروژه‌ام که اسلایدر داره، کجا اسلایدر؟ اینجا. خب اسلایدر هم میخوام شروع کنم داینامیک کردن، یه ذره بزرگش میکنم، میام بالا ایشون رو یه هدایتش میکنیم پایین و گزینه اولین کاری که میکنم میگم اینکلود وانس گزینه ادمنستریتور، دیگه خودتون میدونید چرا این ادمنستریتور تو بادی صدا زده شده. خب ادمنستریتور رو میبینه پنل و کانفیگ و گزینه اسلایدر و اینجا هم من یه اسلایدر میسازم و نیو اسلایدر و یه گزینه کوئری اسلایدر گزینه سلکت و نمیخواد بردام بگیری اوکی. ببینید اینجا رو من اینا رو اینجوری قرار میدم که متوجه بشید ناکه چیا تکرار شدن، فقط این سه تانک که تکرار شدن. خب معلومه، من میام این دوتا رو پاک میکنم و اینجا میام چیکار میکنم، گزینه فوریچ رو قرار میدم، دالر کوئری از دالر آیتم دو نقطه و گزینه بعدی پی اچ پی و اند فوریچ و اینجا هم من میام این رو بازش میکنم، اولین کاری که میکنم اینجا میشه پی اچ پی گزینه اکو دالر آیتم گزینه دسکریپشن و اینم یه کپی میگیریم، اینجا میشه تایتل و اینجا میشه اسمش از آلت، آلتش رو میذارید و خب برای SEO اینم که باید هدایتش کنید به کجا؟ ادمنستریتور پنل ادمین اسلایدر ایمیجز و پی اچ پی بازون بسته اکو دالر آیتم گزینه ایمیج، بیاریم ببینیم اگر ارور داشته باشه تو پروژه‌مون بررسیش بکنه. خب همه چی درست اومد، کامل داره درست قرار میشه. بیا اینم به این شکل، اینم اسلایدر وبسایتمون، ولی خب پنل مدیریتش باشه واسه جلسه بعدی، شما فعلا تا همینجا پیاده بکن. یه پنل مدیریت این مونده، آپدیت و دیلیتش و شو کردنش. خب این داستان داره، بحث وان تو منی رو می‌خوایم توش بگیم، چند تا صفحه اینجا جنریت میشه. خب اینم که خیلی ساده است، اینو الان نساختم، می‌خوام بزنم جلسه یه رو 20 دقیقه بیشتر کار کنم، ولی اینجا خیلی داستان داره، خیلی می‌خوام یه درس می‌خوام بدیم که متوجه بشی به چه صورت هستش. خسته نباشی برای این جلسه.